آقای دکتر، راه حل شما چیه برای اینکه این اتفاقی که آقای دکتر میگن نیفته؟ در واقع دولت فضای مناسب رو برای گروه های حقیقی فعال در دیپلماسی عمومی فراهم کنه، خودش جایگزین اونها نشه. البته عرض کردم خدمتون، من حقیقتش به جای سراغ ندارم که دولت به طور کلی خودش رو جدا بکنه از بحث دیپلماسی عمومی. اصلا دلیل این که کلمه دیپلماسی رو گذاشتن این هستش که دیپلماسی سنتی که کاملا دولتی است و طرف مقابل شما دولت است، این در نهایت نیاز داشتش به یک کمک اضافه، استفاده از افکار عمومی اون کشور برای در حقیقت پیشبرد اهداف سیاست خارجی، اون وقت این دیپلماسی عمومی اتفاق میفته. منتها مثل هر موضوع دیگری این باید درست مدیریت بشه. یعنی مشکلی که ما داریم در حقیقت شاید مشکلی نیستش که دولت اصلا نباید دخالت بکنه، همه چی باید خصوصی باشه. مشکلی نیستش که هم دولتی باید باشه هم خصوصی باید باشه و هر دوش به درستی مدیریت بشه. یعنی در حقیقت ما مشکل مدیریتی داریم، مشکل دولتی و غیر دولتی به اون معنا نداریم. چه کار باید بکنیم که مدیریت درست بشه؟ اولین قدم تو هر حوزه ایجاد اشرافه. یعنی ما تو حوزه علم دیپلماسی عمومی یه مقدار در داخل کشور ضعیف هستیم، یک، و بعد نسبت به اشراف، اشراف نسبت به اون کشور هدف هم ضعیف هستیم. یه حالتی که الان در جمهوری اسلامی وجود داره این هستش که خب آشنایی که ما با عراق داریم بد نیست، چهره‌ها رو می‌شناسیم، شخصیت‌ها رو می‌شناسیم، افراد رو می‌شناسیم، افغانستان کما بیش کشورهای پیرامونی خودمون رو کما بیش می‌شناسیم در یک حد نه چندان بد. متأسفانه هر چقدر از این کشورهای پیرامونی خودمون دور میشیم اشراف کم و کمتر میشه. زمانی که مثلا دیگه به آمریکا میرسیم این اشراف خیلی کم میشه و اتفاقا اون کشور زیر صفر میرسه. زیر صفر میرسه آقای دکتر. بعد اتفاقا بر اساس تصورات خودمون قضاوت میکنیم. بعد اتفاقا همون آمریکا هم هستش که بیشترین مشکل رو با ما داره و در نهایت تو حوزه دیپلماسی عمومی همونجا ما باید به شدت فعال باشیم در کنار فعالیت‌های دیگری که میکنیم. پس یه مقدار بحث ایجاد اشراف هستش، بحث مطالعه این کشور هستش، شناخت فرهنگ این کشور، شناخت سیاست در این کشور، شناخت بازیگران، از کردم افرادی که در حوزه افکار عمومی حضور دارن و فعال هستن، شناخت افرادی که ساختارهایی که تو این حوزه وجود داره. ببینید آمریکایی‌ها که میخوان در ایران دیپلماسی عمومی انجام بدن چه کار میکنن؟ میان یک سری از افرادی رو که از نظر سیاسی با اینها هماهنگ هستن اینها رو شناسایی میکنن. شما ببینید چند نفر از همین کارکنان صدا و سیما الان در این رسانه های دیپلماسی عمومی طرف مقابل دارن کار میکنن، چون اینجا رو خیلی خوب میشناسن، چون میشناسن، حاضر آماده میرن اونجا، چون میشناسن ارتباط میگیرن، محیط رو میشناسن، افراد رو میشناسن، ارتباط میگیرن. از این ظرفیتی که بعضا ممکن صدا و سیما پول دانشکده ایشون رو هم داده باشه استفاده میکنن برای خودشون. نگاه میکنن به افرادی که در سطح جامعه در حوزه‌های مختلف تاثیرگذار هستن، کتابشون خوب فروش میره، سخنرانی میکنن، اینها رو هم در حقیقت براشون ممکنه برنامه داشته باشن. یک خوفی رو که شما میبینید در درون کشور ما وجود داره این هستش چون ما نهادسازی تو خیلی از این حوزه‌ها نکردیم وارد فعالیت‌های امنیتی میشیم. یعنی چون نتونستیم در داخل کشور اون محیطی رو ایجاد بکنیم که در حقیقت نکته که های دکتر فرمودن یه مقدار آزادی عمل وجود داشته باشه، چرا نتونستیم اون محیط رو ایجاد بکنیم؟ چون در این 30 و چند ساله کشورهای خارجی، نهادهای اطلاعاتی امنیتی خارجی دنبال شکار افرادی هستن در داخل کشور ما که تو حوزه افکار عمومی تاثیرگذار هستن. ما خدمت آقای دکتر در دانشگاه تهران هستیم، چند تا از اساتید برجسته و مشهور دانشگاه تهران الان دارن در نهادهای دیپلماسی عمومی آمریکا دارن کار میکنن. این نشنال اندومنت فور دموکراسی، صندوق ملی برای دموکراسی، حالا من اسم فرد رو نمیارم ولی جایی هستش که استاد از دانشگاه تهران پا میشه میره اونجا چیکار میکنه، فعالیت هایی انجام میده که در راستای منافع آمریکا در نهایت تعریف میشه. و این حالت که به وجود میاد نهادهای اطلاعاتی امنیتی ایران هم مثل هر جای دیگه دنیا حساس میشن، محدودیت ایجاد میکنن. محدودیت اولین ضربش به خودمون هستش. یعنی افرادی که در نهایت باید دستشون باز باشه تو این حوزه بخوان کار بکنن با مشکلاتی مواجه میشن. منتها من وضعیت کلی رو یه مقدار روشن‌تر می‌بینم. یعنی من تجربیاتی رو که در این سالهای گذشته داشتیم موارد متعددی بودن.
تو حوزه دیپلماسی عمومی، چون ما حرف ما حرف ناحقی نیست تو دنیا، یعنی موازی که ما داریم تو مثلا حوزه هسته‌ای منطقی هستش برای دنیا، تو حوزه اینکه چرا ما رو بی خود تحریم میکنید این منطقی هستش، تو حوزه اینکه بابا ایرانی‌ها آدمای معمولی هستن، آدمای خشن و تروریست و تندخویی نیستن، این حرف غیر معمولی نیستش، با واقعیت خیلی نزدیکتر، یعنی اون چیزی که ما درباره خودمون میگیم با واقعیت خیلی نزدیکتر تا اون چیزی که غربیا درباره ما میگن. آقای دکتر فرمودن داستان اسکار رو، خب شما میدونید این فیلم آرگو جایزه برد، فیلمی که هر ایرانی که ببینه متوجه میشه کاملا کار سیاسی هستش، یعنی هالیوودی که صحبت از هنر میکنه خیلی وقتا وارد بحث‌های سیاسی میشه از یک روش‌های دیگه. خب این وضعیتی رو که ما داریم، زمانی که این افرادی از خارج از کشور میان داخل کشور ما چه اتفاقی میفته؟ اونایی که تو فرودگاه گیر نکردن و مشکلاتی که آقای دکتر فرمود نداشتن، فرودگاه رو رد کردن، اومدن داخل، اینها عصبانی میشن، غربیاشون مخصوصا خیلی عصبانی میشن. چرا عصبانی میشن؟ چون میبینن اون چیزی که در ایران میبینن و اون حجمه تبلیغاتی که نسبت به ایران شده خیلی با هم متفاوته، یعنی میبینن چقدر رسانه‌هاشون بهشون دروغ گفتن، چطور هالیوود بهشون درباره ایران دروغ گفته، چطور رسانه‌های عرض کنم خبریشون بهشون دروغ گفتن، و بعد این افراد که برمیگردن خیلی تاثیرگذار هستن در جامعه خودشون، جوامع خودشون. موارد متعددی بوده، فرد اومده برگشته چیزی درباره سفرش نسبت به ایران نوشته، تاثیرگذاریش زیاد بوده. همین دیشب ما یک برنامه داریم در تلویزیون ایران شبکه یک به نام پایش، یه آقای مهندسی رو دعوت کرده بودیم که تو دل کویر یک مجموعه توریستی تفریحی درست کرده. خیلی جالب بودی، کتاب به من نشون داد، کتاب به انگلیسی، خیلی هم قطور بود، چاپ شده بود، گفت دو تا توریست آمریکایی اومده بودن ایران، چند شب اینجا مهمان بودن، مشاهداتشون رو وقتی برگشتن به صورت کتاب چاپ کردن، تو آمریکا به چند چاپ رسیده، یه سری هم برای من فرستادن که نمونه کتاب رو آورده بود. خیلی جالب بود، یعنی یه دو تا توریست با چه چیزی کتاب چاپ کرده بودن. همین که میگیم بله، عرض بنده اینه دیشب. با تمام مشکلاتی که متفاوت اداری و بعضا نگاه های بسته و اینها در داخل کشور داریم، اون تا چون پیام انقلاب پیام خوبیه واقعا در دنیا، و افرادی که در رأس این انقلاب بودن عرفای زمان ما بودن، از این جهت بستن این پیام کار مشکلیه. و شما میدونید این بحث پرستیوی و العالم و اینای ما چیزایی نسبتا جدیدی هسته، چند سالی بیشتر نیست را افتاده، اینا رو بستن البته، منتها بیشترین سودی که ما در دنیا در رابطه با خودمون بردیم این هستش که رسانه‌های غربی زمانی که بر علیه ما صحبت میکنن، خیلی از مردم دنیا جذابیتشون، نگاهشون نسبت به ایران خیلی بالاتر میره، چون آمریکایی رو میشناسن چه جنایتی تو کشور خودشون کردن. زمانی که آمریکایی‌ها نسبت به کشوری بد صحبت میکنن، این اتفاق اون کشور در ذهن این افراد جایگاهش بالاتر میره. و این تجربه رو شما دارید، زمانی که رؤسای جمهور ما به کشورهای خارجی میرن، مقامات ما به کشورهای خارجی میرن، شاید از بعضی از جاهای داخل کشور بیشتر به اینا تحویل میگیرن، بیشتر نزدیک هستن به اینها، به خاطر در حقیقت اون برخورد و تقابلی هستش که طرف مقابل نسبت به ما داره. از اینجا بحث دیپلماسی عمومی بحثی هستش که جدی باید گرفته بشه، تاثیرگذاریش باحال است. به طور کلی آقای دکتر حیدری، بحث افکار عمومی تو دنیا الان مهم شده، یه زمانی شاید خیلی مهم نبود. شما ببینید مثلا 3 سال پیش افکار عمومی مردم مصر خیلی مهم نبود. چرا؟ چون یه دیکتاتوری اونجا بود، برای خودش هر کاری میکرد، مردم مصر هم موافق بودن مخالف بودن خیلی فرق نمیکرد. ولی الان افکار عمومی مردم مصر اهمیت پیدا کرده. مردم آمریکا هم همینطور هستن. شما ببینید الان این آقای اوباما که صحبت میکنه، خیلی وقت این جمله همه چیز رو میز هست و اینها رو صحبت میکنه، خب همه انتخاب های ما رو میز هست و این بحثا. شما ببینید از زمانی که در آمریکا نظرسنجی علمی شده، از جنگ جهانی دوم به امروز، اتفاقی که در آمریکا افتاده این استش که هیچ وقت دولت آمریکا وارد جنگ نشده، مگر اینکه افکار عمومی مردم آمریکا از اون جنگ حمایت کرده. ممکنه بعداً به تدریج افکار عمومی نظرش نسبت به جنگ منفی شده، ولی ابتدای کار جنگ ویتنام رو نگاه کنید، جنگ عراق رو نگاه کنید، جنگ های متعددی که اینها در این 70 80 سال گذشته داشتن نگاه کنید، افکار عمومی هم یکی از شروط لازم برای اقدام اول افکار عمومی هماهنگ میکنن، بعد وارد جنگ میشن. حالا ما میخوایم با آقای اوباما بگیم که این حرفی که شما میزنید درباره حمله به ایران اتفاق نخواهد افتاد، نمیتونید این کارو بکنید، چیکار باید بکنیم؟ باید بریم توزیع افکار عمومی مردم آمریکا کار بکنیم. بله. و این کارو متاسفانه ما در اون حدی که باید باشه انجام ندیم. آقای دکتر زیبا